سرخط خبرها، خبر خوش به ازبک های افغانستان. نتیجه جنگ امشب معلوم شد. وزیر خارجه طالبان: زنان حقوق ماهانه خود را در خانه دریافت می کنند. طالبان یک کارمند پیشین بخش زنانه زندان غزنی را تیرباران کردند. استخبارات طالبان در جوزجان دو خبرنگار آزاد و یک زن و شوهر را بازداشت کردند. و جبهه آزادی بخش بلوچستان دو عضو ارتش پاکستان را کشته و 3 تن دیگر را زخمی کرده ایم. سلام دوستان، به یک از دیگر از ویدیوهای این چینل خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا آخر این ویدیو با ما باشید. وزیر خارجه طالبان: زنان حقوق ماهانه خود را در خانه دریافت میکنند. مولوی امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان، روز چهارشنبه 16 اسفند در یک نشست خبری در کابل گفت که امارات طالبان حقوق بشر و به ویژه حقوق زنان را به خوبی رعایت میکنند. او ادعا کرد که در تشکیلات وزارت معارف یعنی آموزش و پرورش 92,000 زن و در تشکیلات وزارت صحت 14,000 زن کار میکنند و بقیه زنان هم که نمیتوانند سر کارهای خود حاضر شوند حقوق خود را در منزل دریافت میکنند. متقی در مورد دلایل غیبت زنان در ادارات دولتی تحت کنترل طالبان توضیح نداد، اما تاکید کرد که طالبان بهتر از دولت پیشین افغانستان حقوق زنان را رعایت میکند. وزیر خارجه طالبان در توجیه انحلال کمیسیون حقوق بشر افغانستان گفت که به جای کمیسیون حقوق بشر، اکنون 450 محکمه طالبان در سراسر افغانستان فعالیت میکند تا حقوق بشر و حقوق زنان را تامین کند. طالبان یک کارمند پیشین بخش زنانه زندان غزنی را تیرباران کردند. منابع محلی در غزنی میگویند که طالبان یک کارمند پیشین بخش زنانه زندان این ولایت را تیرباران کردند. منابع محلی میگویند که این زن روز یکشنبه 20 اسفند پس از دریافت تماس تلفنی برای گرفتن کمک به بیرون رفته بود و هنگام بازگشت در حالی که مقدار از مواد غذایی کمک شده را با خود داشت در سایه پشتون آباد شهر غزنی از سوی طالبان کشته شده است. منابع تصریح میکنند که طالبان به بهانه توزیع کمک این زن را از خانهش بیرون کرده و پس از شناسایی او را تیرباران کردند. طالبان پس از به قدرت رسیدن در افغانستان صدها تن از نظامیان و کارمندان حکومت پیشین را در ولایت‌های مختلف کشور تیرباران کردند. استخبارات طالبان در جوزجان دو خبرنگار آزاد و یک زن و شوهر را بازداشت کردند. منابع محلی در جوزجان از بازداشت دو خبرنگار آزاد و یک زن و شوهر از سوی استخبارات طالبان خبر می‌دهند. منابع محلی به روزنامه 8 صبح می‌گویند که شجازکی و عبید، دو تن از خبرنگار آزاد، هنگام بازگشت از ولسوالی‌های جوزجان به مرکز این ولایت ناوقت روز پنجشنبه 17 اسفند در یک ایست بازرسی طالبان بازداشت و به مکان نامعلوم منتقل شدند. به گفته منابع، این دو خبرنگار آزاد پیش از سفرشان به جوزجان در یادداشت در صفحه فیسبوکشان از سفر به ولسوالی فیض‌آباد جوزجان و تهیه گزارش از آتش‌سوزی‌های اخیر در این ولسوالی خبر داده بودند. در همین حال منابع دیگر از جوزجان می‌گویند که این دو خبرنگار برای یک چینل یوتیوب کار می‌کردند و شب هنگام از سوی استخبارات طالبان با یک زن و شوهر از داخل هتل در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان بازداشت شدند. خبر خوش به ازبک‌های افغانستان. تازه یار محمد دوستان، فرزند مارشال عبدالرشید دوستان، برای آغاز مقاومت بر علیه طالبان آماده می شود. منابع می گویند یار محمد دوستان که تعلیمات نظامی را دیده است، از آدرس جنبش ملی به هدایت مارشال دوستان
رهبری تمام جنگجویان ازبک را بر عهده گرفته وارد میدان نبرد علیه طالبان می شود. همچنان تازه جنگ در پنجشیر ادامه دارد. طبق گزارش های پیهم از منابع محلی، طالبان صبح امروز جنگ را در عبدالله خیل ولسوالی دره دوباره آغاز نمودند. طالبان در جنگ دیروز در ساحات تاجک نو، کوکزار، چیلک، حوز نالان، شیخ زرد و چاربوزی پیش از 35 تن از نیروهایشان را از دست دادند. به گفته این منابع، طالبان اجساد کشته شده هایشان را توسط مردم از کوه پایین نمودند. گفته می شود که طالبان پروانی در جریان جنگ از ساحه فرار نموده و به قریه دیگر گریختند. منابع محلی می گویند طالبان هلمندی با طالبان پروانی پس از فرار پروانی ها درگیری لفظی داشته و پروانی ها را به شدت مورد نکایش قرار دادند. گفتنی است که طالبان 17 تن از اجساد کشته شده هایشان را از کوههای پنجشیر نتوانستند پایین نمایند. همچنان غنیمت های بعد از آمده طالبان توسط حاجی ملک خان در دره عبدالله خیل ولسوالی دره جنگ اکنون به شدت جریان دارد. تعداد تلفات هنوز به شمار است. جبهه آزادی بخش بلوچستان 2 عضو ارتش پاکستان را کشته و 3 تن دیگرشان را زخمی کرده ایم. جبهه آزادی بخش بلوچستان می گوید که در 3 حمله جداگانه به ماموران ارتش و گارد ساحلی پاکستان 2 تن آنان را کشته و 3 تن دیگرشان را زخمی کرده ایم. سخنگوی جبهه آزادی بخش بلوچستان روز دوشنبه 12 سپتامبر در اعلامیه گفته است که در حمله اولی نیروهای آنان در نزدیکی اداره ثبت احوال تربیت در شهر مرکزی شهرستان گیج زمانی که ماموران ارتش پاکستان در حال گشت‌زنی بودند بالای آنها حمله کردند که در نتیجه یک مامور ارتش پاکستان کشته و یک مامور دیگر زخمی شده است. او افزوده است که در عملیات دیگر نیروهای آنان در منطقه باگرد شهرستان کیچ بر چریکان محلی ارتش پاکستان یورش برده و یک چریکی محلی ارتش پاکستان به نام طارق را کشته و اسلحه‌اش را نیز ضبط کرده اند. سخنگوی جبهه آزادی بخش بلوچستان اضافه کرده است که در عملیات 30 نیروهای آنان به گارد ساحلی پاکستان در منطقه شهرستان گرد حمله شده و 2 تن از نیروهای گارد ساحلی پاکستان را به شدت زخمی کرده اند. در اعلام این جبهه آمده است که حمله های آنان به ماموران ارتش پاکستان، سازمان های اطلاعاتی، چریکه های محلی و تسلیلگران محلی ارتش پاکستان تا آزادی بلوچستان ادامه خواهد داشت. سپاس که تا این دم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر چینل را سابسکرایب و ویدیو را لایک کنید.